با درودی گرم به هممیهنان عزیزم. سیامک رفیع‌زاده هستم از نهاد مردمی و مسئول پروژه آرامش ملی در صد روز نخست. پروژه صد روز نخست که ما چندین ماه شروع کردیم، یک پروژه طولانی بود، بعد از چندین سال روش کار شد و الان در مرحله‌ای که هستیم برای مدیریت دوران گذار، برای مواجهه با بحران‌های دوران گذار این رو به دست گرفتیم و من مسئول این قسمت از پروژه هستم. چرا آرامش ملی؟ بعد از دوران فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، مردم وارد دورانی میشن که با تمام تشنجات فکری، روحی و جسمی میخوان به آینده، به آینده روشنی باور داشته باشن. و برای اینکه تمام قسمت‌های مختلف این پروژه صد روز نخست پیش بره، باید در جامعه یک آرامش عمومی، یک آرامش ملی برقرار باشه. این آرامش ملی تنگاتنگ با قوانینی که این حکومت دوران گذار یا حکومت موقت تصویب میکنه، با برنامه ریزی هایی که برای دادگستری و ایجاد یک دادگستری جدید برای دادخواهی عمومی برپا خواهد کرد، با برنامه های رفاه اجتماعی که گروه و پروژه رفاه اجتماعی در مورد اون صحبت خواهند کرد معرفی میکنند، میخواهند دست به دست هم به مردم بگویند که امید به آینده اینجاست. امیدوار باشین که آینده، آینده روشنی خواهد بود و از این دوران تاریک و از این دورانی که پر از رنج و فقر و شکنجه و درد و غم بود داریم عبور میکنیم. این از اهمیت دوران آرامش ملی، که آرامش ملی همراه با رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی که نوید اون داده خواهد شد، این حس همبستگی ملی رو و همچنین ضامن یک پارچگی ملت رو بسیار قوی تر خواهد کرد. هدف این پروژه آرامش ملی در صد روز نخست این پروژه اهمیت به خصوصی داره، از این لحاظ که ما 44 سال تنها مسئله‌ای که در مدار تفکر و ذهنیت این زمامداران اسلامی نبوده، همون احترام به حقوق شهروندی، رعایت عدالت اجتماعی و رفاه فکری و معیشتی ایرانیان بود، که این رو هممون با پوست و با خون خودمون حس کرد، با جون خودمون حس کردیم. هدف آرامش ملی پیشنهاد روش‌ها و اقداماتیه که در صد روز نخست امکان رفع بحران‌ها رو، همونجور که گفتم، بحران‌های احتمالی اجتماعی و از جمله رفع اختلافات و نزاع‌های سیاسی، فکری، عقیدتی رو بدون کاربرد خشونت، توطئه و خودکامگی فراهم میاره، تا جامعه اون حس انتقام جویی رو و اینکه بخواد برای انتقام گیری، برای انتقام جویی خشونت به خرج بده رو بکاهه و از اون پرهیز کنه. این اهمیت بسیار مهمیه که بگیم سیستمی هست، حکومتی هست و قوانینی هست که دادخواهی خواهد کرد به نام شما و برای تمام مشقات و ظلمهایی که به شما رژیم آخوندی در 44 سال گذشته منعکس کرده. این روند کاریش بدیم موارد کلیدیش چیا هست؟ موارد کلیدی که برای این پروژه لازم داریم، اصل مهم تأمین امنیت شهروندان. این امنیت شهروندان و حفظ آرامش عمومی، آسایش عمومی، اهمیتی که داره اینه که معنای امنیت
یعنی ایجاد فضایی که انسان‌ها بتونن بدون تهدید، بدون رعب و وحشت با آرامی زندگی کنن، با آرامش زندگی کنن، تعامل داشته باشن و با هم داد و ستد داشته باشن. مسئله کلیدی بعدی دادخواهی عمومیه. گفتم این امید و این آرزو و این هدف برای دولت موقت بسیار مهمه و در دوران گذار باید پایه ریزی بشه که یک دادخواهی عمومی خواهد شد برای رسیدگی به تمام جرائمی که بر مردم روا شده در این دوران جمهوری اسلام. و مسئله مهم با قوانینی که در دوران صد روز اول وضع خواهد شد و یا موقتاً به اجرا گذاشته خواهد شد، تساوی حقوق انسانی، حقوق شهروندی و مدنی تمام شهروندان ایرانی. و این مسئولان دوران گذار باید در هر مرحله روی این تاکید بکنن. و مسئله مهم دیگه‌ای اجرای مجازات متخلفینیه که بر مردم ستم و شکنجه روا داشتن و این انحصاراً باید در اختیار دولت باشه و مردم افراد خودشون به اجرای قانون و یا به اجرای این رسیدگی و دادخواهی اقدام نکنن که موجب به هرج و مرج نشه. مسئله کلیدی بعدیمون بهزیستی جامعه است. این روش هایی که روی روحیه و بهبود وضع روحی جامعه، سلامت روحی جامعه اثر خواهد گذاشت رو باید مد نظر تمام دستندرکاران و اتاق فکر دوران گذار قرار بگیره. و مسئله مهم دیگه اینه که ما میخواییم این چرخه خشونت، این روندی که تا به امروز همه امور رو با چماق، با کتک زدن، با شکنجه و خودی و ناخودی دانستن مردم یا از بیت رهبری هستیم و مطیع رهبر و یا نه غریبه و غیر و خارجی و دشمن، این روند رو برکنار بکنیم و پایمالش بکنیم. زیرا خشونت زندگی فردی ما رو، ذهنیت ما رو و اون موضع انسانی ما رو نابود میکنه و زیر علامت سوال میبره که خواه ناخواه زوال اخلاق و فرهنگ و سیاست و حتی امور دینی رو نیز همراه خواهد داشت. اطلاعاتی که لازم داریم برای انجام این پروژه، چه اطلاعاتی لازم داریم؟ مهم اینه که ما بدونیم که این جنایاتی که شده، کسانی که مرتکب این جنایت علیه مردم شدن، از شکنجهگرش گرفته، از لباس شخصیش، عوامل اطلاعات سپاهش، اینا شناسایی بشن. بعد این تخلفات مالیه، از دزدی‌های شهرداری‌ها گرفته، اختلاس‌های مالی مسئولان گرفته تا مصادره غیرقانونی اموال مردم و لیست کسانی که مرتکب این تخلفات شدند. در ضمن باید آسیب‌های روانی و روحی و فیزیکی جامعه و مخصوصاً زندانیان سیاسی و عقیدتی هم باید اینا مشخص بشه، باید اینا شناسایی بشه. ما اطلاعات خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی و قربانیان راه آزادی ایران رو در جنبش 96 98 و در جنبش مهسا دیدیم. چه کشتارهایی از جوانان ما شد، چه مقدار زندانی شدن، چه شکنجه هایی دیدن. بعضیاشون بعد از آزادی از زندان اینا دست به خودکشی کردن. خدا میدونه اینها رو مسموم کردن، چه موادی به اینا دادن که اینها این گونه روانپریش شدن بعضیاشون بعد از آزادی از زندان. اینها همش باید بهش رسیدگی بشه. اینها همه معضلاتیه که باید بهش رسیدگی بشه، چون اگه نشه اون اعتماد، اون آرامش به مردم ما بر نخواهد گشت. برای پیاده سازی این پروژه چه کاری لازم داره؟
این اجرای پروژه آرامش ملی که قبلا صحبت کردیم چقدر اهمیتی داره برای تمام سیاستگزاران دوران گذار، یک هدف مهم داره، یک هدف بسیار مهم داره برای پیاده سازیم و اون ارتقای ارزش انسان ایرانی، ارزشی که در 44 سال گذشته نظام جمهوری اسلامی به هر طریق که تونسته خواسته هویت ملی و هویت فرهنگی رو فرهنگی اون رو نابود بکنه. این تقویت هویت ملی و فرهنگی مردم ایران بسیار مهمه. اینها کسانی هستند که فکر میکنن و عمل میکنن به این روند که گویا قبل از اسلام ما فرهنگ و تمدنی نداشتیم، که برعکس این فرهنگ و تمدن ایرانی بود که به اسلام اینان حتی رنگ و بوی داد که بتونه هزار و اندی سال دوام بیاره. برای انجام این کار شاید سمینارها و گفتمانهای درسی در رادیو تلویزیون میز گردها توسط متخصصین باید انجام بشه. چرا؟ چون امید به زندگی بهتر، همونجور که اول برنامه گفتم، عاملیه که مردم رو امیدوار میکنه به آیندهی که میاد. امید به دگرگونی، امید به روزهای بهتر، امید به دادخواهی. و همراه این صحبت کردیم که رسیدگی به خانواده های بی بضاعت، به کودکان بی سرپرست، مادرانی که فرزند دارند و امکانات مالی ندارند، رفاه این خانواده ها و رسیدگی به کودکان بی پناه و بانوانی که نیاز به حمایت دارند می افته توی همین برنامه رفاه عمومی برای آرامش ملی. مسئله مهم اینه که طبق قوانینی که وضع خواهد شد، تساوی حقوق زن و مرد، محترم شمردن حقوق تمامی اقلیت‌ها، چه عقیدتی، چه سیاسی و چه جنسیتی و قومی. ما می‌خواهیم تبعیضات رو بر کنار کنیم، تبعیضاتی که بر اونها روا رفته رو کنار بزنیم و دیگه در سیستم اداره کشور خودی و ناخودی نباشه، بلکه همه برای خدمت به آحاد مردم از دهکوره‌ها گرفته تا شهرهای بزرگ میخوان کار بکنن و انسان ایرانی رو به اون مقام و شأن و ارزشی که داره برسونن. برای این کار، برای پیاده سازی، یکی از پیشنهاداتی که در این پروژه آرامش ملی شده، ایجاد تارنماهای عمومی برای قبول شکایات مردم. مردم میدونن از طرف چه کسانی این مورد تبعیض و شکنجه و آزار و تحقیر قرار گرفتن و اینها باید اعلام بشه، شناسایی بشه. همچنین در مورد جرایمی که این نظام جمهوری اسلامی بر اونها روا داشته، از شکنجه و اعدام تا مصادره اموالشون. و شاید پیشنهادی بود که در این پروژه گذاشتیم، اختصاص تلفن‌های ویژه در هر استان بتونه برای جمع‌آوری این اطلاعات از این متخلفین یاری برسونه به ما. در مورد اینکه دادگستری بخش به خصوصی رو فقط مخصوص رسیدن به این جرایم این متخلفین که در جمهوری اسلامی مسئول کار بودند انجام بده و همچنین مردم بتونن دادخواهی بکنن از ظلمهایی که بر اونها رفته، این بازگشایی این پرونده هایی که در مثلا دادگاه های جمهوری اسلامی بر مردم روا رفته، میدونیم که به ناحق بود و باید اینها دوباره رسیدگی بشه. در مورد پیاده سازی این پروژه، پیشنهادی که بسیار مورد توجه ما قرار گرفته و امیدواریم بشه انجامش داد با کمک سازمان های غیر انتفاعی، اینه که
این سازمان های غیر انتفاعی در دوران گذار ناظر و نگاهبان حقوق شهروندان باشند در اجرای این قوانین دوران قوانین موقت در دوران گذار و بعد از اون هم به طور دائم در فردای ایران آزاد. هماهنگی‌های بسیار نزدیکی با دیگر گروه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌ها لازمه برای پیاده‌سازی این. از دادگستری صحبت کردیم، از پلیس، اداره اموری، بانک‌ها، رسانه‌ها، بهداشت، مسئله بهداشت عمومی و بهداشت روانی بسیار مهمه که باید با این پروژه‌ها و با این گروه‌ها همکاری بشه. آموزش و پرورش که در دراز مدت معضل ما با تغییر این فرهنگ ایران ستیز که در 44 سال اخیر بر ایران حاکم بوده و فرهنگی که مهر و دوستی رو رواج بده، پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو رواج بده میسر خواهد بود و به دست خواهد آمد. در حال همه این پیشنهادها برای این بوده که بتونیم به آینده ایرانی برسیم که برای تمام شهروندانش یک ایرانی آزاد و آباد بیاره و همه اونها قابل احترام باشه. همانطوری که اسم اتحاد قطره بارانه، شکوه حاصل جمع همه اقوام ایرانه. ما همه ایرانی، همه دارای حقوق یکسان و همه برای یک ایران آزاد و آباد آماده خدمت هستیم و از شما هموطنان عزیز هم میخوام که هر پیشنهادی دارین در این مورد با ما همکاری بکنید. البته هموطنان عزیزم، این اطلاعاتیه که تا به امروز ما تونستیم جمع کنیم برای انجام این پروژه آرامش ملی. هر گونه اطلاعات بیشتر و یا همکاری بیشتری که به نظر شما میشه انجام داد و میتونین با ما همکاری بکنین و به ما اطلاعات برسونین، در ایمیلی که زیر صفحه دیده میشه لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید. به امید ایرانی آزاد و آباد و آینده بهتری برای همه ایرانیان.